چه آدم های عجیبی هم. دخترم من اگه میدونستم اصلا تو رو اینجا نمی آوردم. اون مادر شوهره چشه اصلا؟ اون که اخلاق پسرش رو میدونه. خب چرا اجازه داد تو بیای؟ این که چیزی نیست، اینا اخلاقشون هر لحظه تغییر میکنه. من تو نمیدونی، نمیدونی که من الان چه حالی دارم مامان. نه والا، فقط اخلاقشون نیست، افکارشون هم تغییر میکنه. رامشا دخترم، بهتره تو این موقعیت ساکت باشی. مامان من از اولش هم مخالف این ازدواج بودم، ولی شما اصلا به حرفم اهمیت ندادین. آخه اینم حرفه که چرا رفتی خونه مامانش، بعدش هم قهر کرده. حتما دفعه بعدم میگی چرا این نفس میکشه. والا دو روز دیگه نفسم نمیتونه بکشه. ای بابا دخترم، الان وقت این حرفاست که تو داری میزنی؟ چی داری میگی؟ من دارم به آینده فکر میکنم، نمیدونم چی میخواد بشه. مامان من مطمئنم نمیاد منو ببره. شما به راننده بگین منو برسونه. نه، خودم میبرم میرسونمت. میخوام از مادر شوهرت بپرسم که این چه رفتاریه؟ خودت دخترمو میفرستی بعدش اینجوری ناراحتش میکنید؟ تو عروس اون خونه ای، تو هم حق و حقوقی داری. به چه حقی میخواد تو رو از خونه مادرت جدا کنه؟ نه مامان، شما با خاله صحبت نکن، نمیخواد منو برسونی. اگه علی بفهمه عصبانی میشه و زندگیمو جهنم میکنه. نمیخوام به خاطر من مسئله بین شما ها پیش بیاد. این مشکل منه، خودم هم حلش میکنم. دخترم اصلا نگران نباش، خدا همه چی رو درست میکنه. خوب دیگه، برو وسایلتو جمع کن، من به راننده میگم تو رو برسونه. نگران نباش عزیزم، همه چی حل میشه عزیزم. منو ببین، تو چرا نمیتونی جلوی اون زبونتو بگیری؟ هر دفعه با این حرفات حسابی خواهر بیچارتو ناراحت میکنی. مامان مگه من چی گفتم؟ آره تو که هنوز چیزی نگفتی. نمیدونم اگه بخوای چیزی بگی چی میشه، حتما قوقا میشه. برو کنار ببینم. الان تو این خونه فقط من بدم دیگه. آره دیگه، چون حقیقتو میگم. دست رفته بیچاره، از کی داره زنگ میزنه؟ چیکار کنم؟ خب هنا، الان وقتشه که بهش زنگ بزنی. دیگه خیلی نگران شده، بهتره به داده این دیوونه برسم. الینا میشه بگی کجایی؟ از دیروز نه به تماسام جواب میدی نه به هیچ کدوم از پیامام. خودت هم که زنگ نزدی پیامم ندادی. من خیلی معذرت میخوام شهرزاد، یکم سرم شلوغ بود. مگه چه کار مهمی داشتی که منو فراموش کردی؟ میدونی چه حالی دارم؟ چه فکرایی که نکردم. یه لحظه فکر کردم منو فراموش کردی، فکر کردم ازم دور شدی. من خیلی معذرت میخوام، اصلا فکرشم نمی کردم شما اینقدر نگران بشین. خب الان که داریم حرف میزنیم، من قول میدم که دوباره تکرار نمیشه. الینا میدونی
من قبلا عادت نداشتم با کسی این اندازه صحبت کنم. ولی حالا همش منتظر تماستم. اگه باهات صحبت نکنم روزم نمیگذره. شما به من وابسته شدین؟ وابسته؟ چی شد؟ به من وابسته شدن حرف بدیه؟ نه چیزی نیست. خب بگو ببینم از دیروز مشغول چه کاری بودی؟ با مامانم رفته بودم خرید، ولی در آینده حواسم به این موضوع هست. آره باشه، درسته، من بعدم باهات تماس میگیرم. باشه، خداحافظ. ایلینا تویی؟ چجوری اومدی؟ راننده منو رسوند. خب به علی میگفتی اون خودش میومد دنبالت. اون که از رفتنم ناراحت بود. چجوری میومد دنبالم؟ من که بهت گفته بودم به علی زنگ بزن و بهش بگو، ولی تو بی‌توجهی کردی. اگه تلفنش خاموش بود میتونستی به دفترش زنگ بزنی. شما میدونستین که با رفتن من اون ناراحت میشه. چرا از اول به مامانم نگفتین؟ ها؟ خودتون اجازه دادین برم، ولی بعدش گفتین دیگه نیا. خب تو نباید میرفتی. قدسی اومده بود نشسته بود اینجا، من جلوی اون چجوری میتونستم بگم نه؟ هم تو ناراحت میشدی هم اون. اینو خودت باید میفهمیدی مگه نه؟ اینم اشتباه منه که بدون هیچ حرفی سرم انداختم پایین و اومدم. ببین الینا، علی خیلی تنهاست. تو دعواهای بین من و شوهرم اون همیشه نادیده گرفته میشه. تو همسرشی، سعی کن همیشه درکش کنی، بعد میبینی که چقدر عوض میشه. باشه؟ ببینم، تو فکر کردی اینجا هتله؟ هر وقت دلت خواست بری، هر وقت دلت خواست بیای. علی اونجا خونه منه، همونطور که اینجا خونه توی. من که به زور نیومدم، تو با رضایت خودت منو عقد کردی و آوردی اینجا. من توی خونه حتی نمیتونم نفس بکشم. خودم الان نفس تو بند میارم. علی من از زنایی که رو حرف شوهرشون حرف میزنم متنفرم. پس چطوری میتونی مامان تو دوست داشته باشی؟ چه جرأتی راجع به مادر من حرف میزنی ها؟